مؤثرترین و سالمترین فرمول گیاهی طبیعی کاهش وزن، متابولینکس. یکی دیگه از خصوصیات این دنیای مادی اینه که همه چیز در تمام مواقع در حال تغییره، یعنی هیچ چیزی حتی در دو ثانیه یعنی یک ثانیه بعد از یک ثانیه دیگر شبیه هم نیستن، مثل هم نیستن و یکی نیستن دقیقا. یعنی به همون اندازه که شما مثلا فرض کنین اگر عکس خودتون رو در دوران 5 سالگی ببینی و بعد در دوران 20 سالگی و بعد در دوران مثلا 45 و یا 60 و یا 80 ببینین، به هیچ وجه اینها یه مقدار زیادی فرق میکنن با هم. به همون اندازه هم شاید چون برای ما اونقدر محسوس نیست، هر روز و هر ثانیه و هر دقیقه و هر به هر حال در هر بود زمانی ما داریم تغییر میکنیم. حتی اشیا، حتی حیوانات و هر چیزی که در این کره خاکی وجود داره هیچ وقت ثابت نیست و همیشه در حال تغییر شکل و تغییر ماهیت و غیره هستش. بعضیش خیلی ما راحت میتونیم تشخیص بدیم، مثلا وقتی که آب تبدیل میشه به یخ و یخ تبدیل میشه به آب و بخار و برف و بارون و ابر و غیره. بعضیش هم خب یه مقدار بیشتری طول میکشه که تغییر ماهیت بده، مثلا یک سنگ، ولی اون سنگ هم واقعا اگر بخواید تجزیه تحلیلش بکنین، امروزش با فرداش دقیقاً یه جور نیست و یه مقدار فرق داره. دیگه از خصوصیات برون خیلی زیاد هستن، من اینجا یه لیست بلند بالا نوشتم که تفاوت بین این دنیا و اون دنیا. حالا صحبت امروز من بیشتر در این هستش که آیا باید ما مثلا حتماً مرگ فرا برسه، مرگی که ما بارها راجبش تو این جلسات مختلف صحبت کردیم که گفتیم به هیچ وجه مرگ پایان نیست بلکه یک ادامه ای از زندگی ما هست، همونجوری که تولد آغاز نیست و یک ادامه ای از زندگی. آیا باید حتما زمان قبل از تولد و یا حتما زمان بعد از مرگ برسه که ما بتونیم دنیای هستی و خداوند و اون حقایقی که تو زندگی وجود داره حسش بکنیم، یا اینکه میتونیم؟ من باید به جرأت به شما عزیزان بگم که میتونیم ما در همین دنیای خاکی و دنیای مادی اون جهان و ابدیت و هستی و وجود خداوند رو کاملا حس بکنیم و این فقط در یک صورت امکان پذیره و اونم اینه که از اون ذهنمون کاملا بیایم بیرون و یا اینکه ذهنمون رو کاملا بذاریمش کنار برای اون مدت که میخوایم این عمل رو انجام بدیم، که همون باز میتونه عمل مدیتیشنی باشه که بارها صحبتش کردیم، و یا اینکه در زمان حال کامل در زمان حال زندگی کردن و یا یکی بودن خودتون رو با همه چیز و همه کس احساس کردن. وقتی شما کاملا درک بکنین اون یکی بودن خودتون رو که به هیچ وجه جدایی بین هیچ کدوم از ما انسان‌ها و نهایتاً بین ما و حیوان‌ها و نهایتاً بین ما و نباتات و حتی سنگ و سیاره و حشره و هر چی که فکرش رو بکنین نیستش و همه یکی هستیم، اون یکی بودن رو واقعا احساس بکنین. درست مثل اون موقعی که براتون مثال زدم که گفتم ما همه آبیم، قطرات آبی هستیم که در یک اقیانوس هستی هستیم و بعضی موقع یا به صورت حباب و یا به صورت موج که این حباب ها و امواج به صورت‌های مختلف میتونن پدیدار بشن، به طول و عرض مختلف، به شکل و شمایل مختلف و با شرایط مختلف و به هر حال با مأموریت‌های مختلف میان و میرن و غیره. ممکنه در یک زمانی که به صورت موج هستن از موجای دیگه یک جدایی باشه، ولی در نهایت همه آب هست و همه یکی هست. وقتی که شما احساس بکنین که با اینکه شما موج هستین ولی در اصل هنوز آب هستین، اون موقع یکی بودن خودتون رو کاملا حس بکنین با این دنیا و با هر دنیایی که وجود داره، اون موقع متوجه میشین که میتونین ذهن خودتون رو یه مدتی مرخصی بدین بشه یا بذارین توی اون جعبه ابزار، بگین من وقتی که احتیاج دارم به تو اون موقع استفاده میکنم، کما اینکه بارها صحبت کردیم راجبش. و یه مثال خیلی قشنگی که من بارها برای شما زدم، وقتی که شما خودتون رو اگه بخواید مقایسه بکنید با اینکه شما روحتون و وجود هستیتون و اون اصلیتتون یک عرابه چیه، یعنی یه شخصی که یه عرابه ای رو داره و اون خود عرابه بدن شما باشه و اون افساری که شما به دستتون میگیرین اون ذهن شما هستش که اون ابزاری هست که بهتون گفتم به موقع بعد استفادهش کنین و استفاده درست و بعض موقع که احتیاجش ندارین بذارینش کنار و اون 5 تا اسبم به این افسار وصل هستن که اون 5 حس ما هستن.
حالا بعضی موقع ها آیا باید حالا این عرابه رو شما محافظت کنید که اون بدن شما 100%، برای همین بعد با تغذیه درست، آب و هوای درست، غذای خوب و تمام امکاناتی که شما رو به سلامتی کامل از نظر بدنی برسونه بهش برسین که این عرابه شما قشنگ بتونه شما رو به مقصد برسونه. و اون افسار بسیار باید با مهارت استفاده بشه، به خاطر اینکه اگر افسار از دست شما بره و این پنج اسب حالت سرکشی بهشون دست بده، اون موقع هستش که شما آشفته میشین، اون موقع هستش که ذهنتون آلوده میشه، اون موقع هستش که تشویش و نگرانی و حسد و غیره بهتون دست میده. حالا آیا همه ما این عربمون کامله؟ نه، بعضی موقع ممکنه یه چرخ نداشته باشه، یا بعضی موقع ممکنه یه اسب نداشته باشه، چهار اسبه بره، یه شخصی نابینا باشه، یا به هر حال خیلی چیزای دیگه، شرایط مختلف که ما باید به نحو احسن سعی کنیم که اینو به مقصد برسونیم. در تمام مواقع اگه ما بتونیم این استفاده درست از این افسار رو بکنیم، اون موقع هستش که میتونیم یک زندگی سالم، یک زندگی صلح آمیز و سلامت داشته باشیم و هر وقت هم که بخوایم اون دنیای هستی اصلی و وجود اصلی رو حسش بکنیم. وقتی که اون پنج تا اسب و اون افسار رو میذاریم کنار و نگهش میداریم، اون عرابه رو زیر یه سایه درخت نگهش میداریم و به سکوت مطلق و به آرامش مطلق میریم، و اون موقع هستش که واقعا میتونیم اون هستی وجود اصلی رو درک بکنیم و حس بکنیم. راجع به این مسائل بسیار بسیار بیشتر بعدها صحبت خواهیم کرد، ولی صحبت من با شما عزیزان این هستش که تا وقتی شما بخواین این دنیا و اون دنیا رو با ذهنتون تشخیص بدین، میگین دو تا دنیا وجود داره، یعنی یکی این دنیا یکی اون دنیا. به مجدد اینکه از ذهنتون بیاین بیرون، اون موقع هست که میبینین این دنیا اون دنیا هر دو یکی هست و دویی وجود نداره، و اون موقع هستش که واقعا احساس میکنین که این دنیای مادی و غیره، این هم قسمتی از اون دنیای معنویات هست، این هم هیچ مادیتی درش وجود نداره. حالا راجع به این مادیت و غیره من در قسمت دوم برنامه اگه فرصت بشه صحبت میکنم براتون، که یه مقدار بشکافیم این فیزیک رو، این اتم رو و این به هر حال جهان مادیات رو بشکافیم، ببینیم واقعا اینا مادیاته و یا اینکه اینها هم چیزی نیست جز انرژی و فقط اون ریالیتی و یا واقعیتی که ما میبینیم و در ذهن خودمون شکل میدیم که اینها همه چیز جامده و به هر حال سالید هست و حالت انرژی نداره و اینها به هر حال قابل لمس هست. بعد یه مقدار این رو بیشتر بهش توجه بکنیم، ببینیم آیا واقعا اینها چی هستن، آیا اون ریالیتی و اون چیزی که به نظر من واقعیته آیا برای شما هم همون واقعیت رو میده و یا غیره، آیا اون چیزی که من به این شکل میبینم شما هم به همون شکل میبینینش یا نه. اینها به هر حال یه چیزاییه که باید مرتب بشکافیمش. من خودم خیلی موقع وقتی که صحبت میکنم راجع به این مسائل گیج و گنگ میشم، به خاطر اینکه تو به مجددی که میرم توی ذهنم میبینم خیلی از حرفایی که میزنم ممکنه معنی و مفهوم نداشته باشه. به مجددی که از ذهنم میام بیرون، اون موقع هست که کاملا درک میکنم با تمام وجودم که چی دارم میگم. پیشنهاد من به شما عزیزانم همینه، اگه میخواین کاملا بتونین درک کنین، سعی کنین که ذهنتون رو یه مدتی مرخصی بهش بدین برای یک ساعتی و بذارینش کنار و با اون گوش دلتون گوش بدین. اگر ما این کارو بتونیم بکنیم، اون موقع اون دوگانه بودن جهان‌ها از بین میره. باز به قول مولانا یه شعر دیگه هم براتون آوردم که میگه دویی از خود برون کردم یکی بینم دو عالم را، یکی گویم یکی جویم یکی دانم یکی خوانم، مکانم لا مکان باشد نشانم بی نشان باشد نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم. به هر حال یه شعر دیگه هم آوردم براتون که خیلی شعر قشنگیه، من دیروز واقعا غرق این شعر شدم، امیدوارم که خوب بتونم براتون بخونمش، چون دفعه اولم بود که خودم این شعر رو میخوندم، که میگه پنبه اندر گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید، پنبه آن گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر آن باطل کر است، بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید، گفتگوی ظاهر آمد در غبار مدتی خاموش خو کن گوش دار، هوش را بگذار وانگه هوش دار، گوش را بربند
وانگه گوش دار. من اگه بخوام سعی کنم که اینو برای شما ترجمه کنم، باور کنید خودم نمیتونم همچین کاری بکنم، ولی با این حال کاملا حسش میکنم. خیلی از شعرهای مولانا رو من به خاطر اینکه خب ادبیات فارسیم اونقدر خوب نیست و خیلی در سنین بسیار کم از ایران اومدم بیرون، ممکنه معنای اینا رو خیلیاشو نمیفهمم، ولی وقتی شعر رو میخونم کاملا با تمام وجودم میتونم حسش بکنم و درکش بکنم و دلیلش هم اینه که با درون وجود دلم میخونم، نه با ذهنم که بخوام با لاجیک و منطق و علم و اینا اینو بشکافیمش و ببینیم که چی میگه.